شورولی کابل به عنوان بزرگترین نهاد خدماتی و عملیاتی در سطح کشور همواره در تلاش است تا در تمام برنامه ها و استراتژی های نظم و توسعه شهری نظریات و دیدگاه های شهروندان را تمثیل نموده و از آنها بهره بگیرد. در هفته گذشته 39 مطلب در فیسبوک شورولی کابل به نشر رسیده است. مطالب یاد شده به شکل مجموعی مورد پسند بیش از 95,000 نفر قرار گرفته است. بیش از 2,300 نفر مطالب یاد شده را بازنشر یا شیر نمودند. در همین حال بیش از 4,400 نفر در مورد مطالب نشر شده سوی شورولی کابل ابراز نظر نمودند که از مجموع دیدگاه های ارائه شده 75% شهروندان حمایت خود را از برنامه های شورولی کابل ارائه نمودند. 3% از اجراءات شورولی کابل در این هفته ابراز نارضایتی نمودند که بیش از 30% آنها دارای حساب های فیسبوک با نام های مستعار بودند. 2% نظر دهندگان دست بر رکی گویی زدند که بیش از 40% رکی گویان دارای حساب های فیسبوک با نام های مستعار بودند و بیش از 20% نظر دهندگان دارای تبصره های پیشنهادی در مورد اقدامات این هفته شورولی بودند. اکثریت تبصره های پیشنهادی قرار زیل هستند. بیش از 500 نفر در نظریات خود از شروع فعالیت امتحانی بس‌های شهری شورولی کابل حمایت نمودند و نگرانی کلی شهروندان پایدار بودن و تداوم فعالیت بس‌های شهری شورولی کابل می باشد. بیش از 200 نفر خواهان بازسازی عاجل سینما بهزاد شدند تا دوباره تبدیل به یک محیط فرهنگی گردد. شکایت های جدی از ازدحام سرکای شهر کابل خصوصا منطقه سرای شمالی، کمپانی، کوتای سنگی و دیگر نقاط مرکزی شهر وجود دارد که نظر دهندگان خواهان تطبیق نظم شهری در ساحات یاد شده هستند. در همین مدت 60 شکایت از طریق اپلیکیشن موبایلی و 150 شکایت از طریق نمبر واتساپ شورولی کابل دریافت شده است که در اسرع وقت برای حل آنها اقدام صورت گرفته است. شورولی کابل همواره در صدد استفاده از دیدگاه شهروندان در تدوین برنامه‌های توسعه و نظم شهری در پرتو قوانین نافذه کشور است تا با همکاری شهروندان گامی در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و نظم شهری برداشته شود. شهروندان مسئولیت پذیر مالک شهر زیبا، منظم و قانونمند خواهد بود.